سلام، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومده. بنده رسولم، رسول میری، اندروید کارم و در حال حاضر توی پیاده کار میکنم و یه مشاوره هم به شرکت صداد و شهرداری تهران میدم در مورد پروژه های اندرویدیش. پروژه‌ای که ارائه که امروز داریم در مورد CI/CD داخل اندرویده که اهدافی که امروز داریم اینه که خب ببخشید، اهدافی که امروز می‌خوایم بررسی کنیم با هم دیگه در مورد CI/CD چی هستن و برای چی ما به CI/CD نیاز داریم و اینکه چطور میتونیم توی اندروید CI/CD رو ستاپ کنیم. دو تا تولز معروف هست، یکی جنکینز و یکی هم گیت لب. جنکینز خیلی قدیمیه و ولی خیلی قدرتمنده با پلاگینی که داره. گیت لب هم به خاطر اینکه توی ایران خیلی دارن ازش استفاده میکنن و اوپن سورس و توی خیلی از شرکت‌ها به صورت لوکال استفاده میشه ما امروز بررسی میکنیم. خب چیزی که الان وجود داره، ما هممون تقریبا توی شرکتامون از سیستم متد اجایل استفاده میکنیم که ممکنه کنبن باشه، اسکرام باشه، لین باشه، هر چیز دیگه. و هدف اصلی این اجایل کلا سرعت بخشیدن به فرایند تولید محصوله که تولید محصول از آنالیز گرفته تا دیولوپ، بیلد و دیپلوی کردن و پابلش کردن. خب متدولوژی اجایل کلا به این صورت شروع میشه که ما یه چیزی رو پلن میکنیم و بعد از پلن کردن ما دیولوپ میکنیم. خب فرآیند دیولوپ توسط درصد دیولوپر و اینجور چیزا انجام میشه و بیلد و تست رو انجام میدیم و بعد از بیلد و تست دیپلوی رو لانچ میکنیم و این فرآیند توی ریویو قرار میگیره و این ممکنه هر روز تکرار شه، ممکنه توی شرکتی اگه اسکیلش بزرگ باشه هر ساعت انجام بشه به خاطر اینکه بعد خروجی کار مثلا دست یه تستر برسه یا جزای همینطور. خب ما الان می‌خوایم فوکوس کنیم روی اینکه از فرآیند بیلد تا دیپلوی و لانچ رو بررسی کنیم، یعنی کد زده شده، پلن انجام شده، کد زده شده، ریویو هم از قبل انجام شده و میخواییم روی فرایند بیلد و تست و دیپلوی و لانچ و چیزی که ما داریم به صورت دستی توی اندروید خیلی انجام میدن که این باعث میشه که یه مفهومی به وجود میاد به نام CI/CD که ما همه روزه این کار رو انجام میدیم، دیولوپ میکنیم و میخواییم که یک محصولی رو به اندیوزر بدیم که این فرایند همیشه چهار استپ داره. چهار استپ شامل اینه که ما کدی که زدیم پوش کردیم روی حالا ریپوزیتوری یا هر چیز دیگه و فرایند تستمون رو انجام میدیم که این تست میتونه هر چیزی مثل یونیت تست باشه، اسپرسو باشه یا هر چیز دیگه و بعد APK رو بیلد میگیریم و به یوزر نهاییمون بعد از پابلش میدیم و این فرایند شامل اینا میشه که موقعی که می‌خوایم ما پوش بگیریم باید از کدوم برنچ بگیریم و همیشه درگیر اینیم که حواسمون نباشه که اشتباهاً به جای مستر از دیولوپ نگیریم. اندروید تست اندرویدمون چه جوری بوده؟ پاس شده، پاس نشده؟ روی سیستم‌های خودمون داریم اجرا می‌کنیم که مجبوریم که موقعی که داریم دیولوپ می‌کنیم این فرآیند اذیت کننده میشه. بیلدی که می‌خوایم بدیم با کدوم کلید ریلیز دیباگ اصلا کدوم فلیور باشه؟ معمولا فلیورایی که الان بچه‌ها استفاده می‌کنن گوگل پلی و کافه بازار حتما هست و بیلد تایپ آیا ریلیز باشه یا دیباگ و فرآیند پابلش هم اینطوری که آیا واسه اپ استور می‌خوایم یا نه واسه تستر می‌خوایم. این فرآیندی که ما هر روز داریم اجرا می‌کنیم و این اجرا کردن هر روز داره تکرار میشه و ما به این چیزها فکر میکنیم و میدونیم که چقدر عذاب‌آوره و اذیت کننده است و خیلی وقتا اشتباه هم پیش میاد که سرور تست رو به جای سرور مثلا پروداکشن تحویل حتی کافه بازار یا گوگل پلی داده. خب یه راهی هست که ما بیایم یه نفر رو
بیلد مستر کنیم که با توجه به ریسورس هایی که همیشه وجود داره مردم است. راه حلی که وجود داره بیاییم یه دونه بات بسازیم. خب بات ساختن فرایندی که ما این بات رو میسازیم که این فرایند انتشار رو واسه ما راحت کنه، چه دیپلوی کردن چه تست کردن و خود پابلیش رو سی آی سی دی میگن، که سی آی سی دی مفهومی از این کلماته که خیلی هم طولانیه، که Continuous Integration همراه با Continuous Delivery یا Deployment، که فرایند اصلیش خیلی خلاصه است، خیلی راحت میگه که فرایند بیلد، تست و پابلیش رو یک بات انجام بده، یه تولی انجام بده که دیولوپر همیشه درگیر این نباشه که تسکیه رو که انجام داده برای تحویل دادن به یا مشتری یا استور یا تستر خودش رو درگیر نکنه. که سی آی معمولا داخل سی آی اینطوری که ما بیلد میگیریم و تست، و داخل سی دی از نوع دلیوری باشه فرایند اکسپتنس تست رو دیپلوی کردن تو استیجینگ رو به صورت اتومات انجام میدیم، ولی برای دیپلوی کردن توی پروداکشن مجبور هستیم به صورت دستی انجام بدیم و در نهایت اسموت تست بابت اون ای پی کی که انجام میدیم. ولی برای فرایند دیپلویمنت، کانتینوس دیپلویمنت، یه تفاوتی وجود داره که بعد از اکسپتنت تست و دیپلوی کردن فرایند دیپلوی کردن پروداکشن هم به صورت اتوماتیک انجام میشه و اسموت تست انجام میشه. خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد که این دستی و اوتوماتیک کردن به چه چیزی بستگی داره. در حال حاضر برای ما توی ایران یه کافه بازاری وجود داره و تا جایی که من میدونم API وجود نداره که من بتونم با API مثلا بهش APK بدم بذاره توی استور خودش، ولی برای گوگل پلی چنین تولزی هست، راحت میتونیم چنین تولی هست راحت میتونیم استفاده کنیم و APK رو بهش بدیم و این فرآیند رو بسازیم انجام بدیم. خب CI/CD خیلی تولای مختلفی داره که همونطور که میبینید جنکینز هست، گیتلب هست، راویس هست و همشون تقریبا یک روند اجرا میکنن، فقط یو آی ها مختلفه یا قول معروف یکم یکیشون مثلا دو تا فیچر بیشتر داره. چیزی که امروز ما صحبت میکنیم در مورد جنکینز و گیتلب که چند تا اسلاید آخر مربوط میشه به خب جنکینز چیه؟ جنکینز یه تولیه که برای سی آی سی دی هست، خیلی قدیمیه، با جاوا نوشته شده، اوپن سورس هست، خیلی از فیچرهایی که نیاز داریم حداقل برای اندروید رو ساپورت میکنه، نصبش بیشتر از ممکنه 4 دقیقه 5 دقیقه طول نکشه، استفاده کردنش راحته چون یو آی داره با یه مرورگر وب به راحتی باز میشه و مهمترین چیزش که خیلی پلاگین هست واسش و خیلی از دیولوپر واسه شون توصیه دادم و هر وقت هم یه مشکلی بخورید خیلی راحت تو استک اوورفلو رو اگر سرچ بزنید به راحتی گیرتون میاد. و خیلی از شرکت ها دارن از جنکینز استفاده میکنن، مثل فیسبوک و لینکدین یا خودالیون مورس و خیلی خیلی هستن که دارن از استفاده میکنن. خب ما فهمیدیم که جنکینز واقعا کار ما راه میدازه و میتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی که وجود داره چیز ریسورس همچنان این نیستن داره، یعنی خیلی برای میشه بیه فاکتر معمولی هم اینو اجرا کرد، اگر هزینه سرور مثلا استفاده کنم شو با هزینه دردی هستن نیاز نیست که هزینه همچنانی بکنیم که مثلا 256 مگنم داشته باشه و یکی استوریج داشته باشه کافیه، چون با جاوا نوشته شده فقط ریکوایرمنت جاواش هم ریکوایرمنت سافتورش جاوا برای یه مرورگر بیاد چیز خاصی همچنان نداره، البته حتی مرورگرها هم میتونه نداشته باشه با دستورات ترمینالش استفاده کنه. فرآیند این استال کردنش به این صورته که فرآیند این استالش میتونیم یه فایلی رو از خود سایت اصلیش دریافت کنیم، میتونیم از داکر یا هومبرو استفاده کنیم و هیچ فرقی نمی‌کنه. من فعلا واسه راحتی با هومبرو اوکی دارم و خیلی راحته. نصب کردنش فقط همین یه خط بود. یه خط
کامند که بگیم این سال کن و به روی سیستم عامل شما نصب میشه. و چون یک سرویس نیاز داریم که سرویسش رو استارت بزنیم و استارت سرویسش هم با همین یه خط کامند. در حال حاضر که با این کد رو این کامند رو اجرا کردیم، جنکینز رو اینستال کردیم و همچنین سرویسش رو ران کردیم. کافیست که توی لوکال هاست، توی مرورگرمون لوکال هاست با پورت 8080 رو باز کنیم که حالا پورت 8080 رو بعداً هم میشه عوض کرد و همطور که می‌بینید جنکینز نصب شد. یه ستاپ اولیه داره و بعدش یه سری پلاگین نصب می‌کنیم و می‌تونیم سرویس رو توی اندروید داشته باشیم. ستاپ اولیه‌اش چیز خاصی نداره، یکم من سریع می‌گذرم. فقط همون اولش یه دونه فایل هست که برای اینیت کردن ادمین پسورد که آدرسش خودش گفته و اینجا وارد کنیم. چیز خاصی نداره واقعا. و بعدش پلاگینایی که خودش پیشنهاد میده رو نصب می‌کنیم که این پلاگینا برای سرویسمون نیازه برای اجرا شدنش و یه یوزر ادمین فقط درست می‌کنیم و تمام. جنکینز آماده است واسه استفاده کردن. فرآیندی که انجام دادیم الان جنکینز با پلاگیناش نصب شده و آماده استفاده شدن به صورت عمومی. اگر ما می‌خوایم برای اندروید اینو استفاده کنیم، اندروید SDK نیاز داریم، یه گردل نیاز داریم، یه ایمولیتور نیاز داریم و یه دونه لینت نیاز داریم که خیلی راحت میشه که قسمت ادمینش این سه تا پلاگین رو نصب کنه. و این سه تا پلاگین رو میتونیم این اینترفیسی که وجود داره راحت نصب کردنش به یه مرورگر. و آخرین ستاپی که انجام میدیم اینه که SDK رو به جنکینز معرفی کنیم. روت SDK که داخل سیستم عاملمون میدیم چون ایمولیتور گردل همه به اون نیاز داره. خب قبل از اینکه بریم به صورت عملی ببینیم چنین چیزی رو، یه سری اصطلاحات هست که استفاده میکنیم که جاب یا پروژکت چیه، بیل چیه، ورک اسپیس چیه. ما هر کاری که انجام میدیم باید توی یه جاب انجام شه. خب یعنی کننده کار اونجا رو، هر تسکی باشه یا هر چیز دیگه. و بیلد ها سه تا استپ دارن، این بیلد کی اجرا بشه، توی استپش چی انجام بده و بعد از بیلد باید چه حرکتی رو انجام بده. خب مثلا خیلی وقتا اینطوریه که قبل از بیلد ما میگیم که برو از گیت آخرین کامیت رو بگیر، توی بیلد استپش بهش میگیم که گردل اینو بیلد کن و یا تست ها رو انجام بده و یا آرکایف کن APK رو. و بعد از پست بیلد اگر مثلا سناریو اینطوری فیلد هست یا ساکسس، اگر فیلد بود مثلا ایمیل بزن به کسی که اون کامیت رو انجام داده و اون کامیت رو بهش خبر بده که بیلد تو فیل شده. و یا اگر ساکسس بود به تستر مثلا بیا بگو که APK آماده است با توجه به اون تسکی که اون کامیت زده شده و راحت ببین. پلاگین هم که همین چیزهایی که الان دیدید همشون پلاگین بودن که استفاده کردیم و خیلی پلاگین های بهتری هم داره که در آینده چند تا اسلاید بعدی من بهتون میگم. پایپلاین هم اصطلاح واقعا از روی اسمش متوجه میشید، ولی که اینکه ما 10 تا جاب و پشت سر هم دیگه میدیم به یه پایپلاین و در صورتی که انجام شد مثلا این کار خاصی میکنه، این رو یکم جلوتر من توضیح میدم. خب بریم به صورت عملی ببینیم که بعد از نصب چه شد. خب من نیازه من یه پروژه تعریف کردم به صورت اگزمپل، یه پروژه اندرویدیه که چیز خیلی خاصی نداره. یه مین اکتیویتی داره که مین اکتیویتیش لایش اینطوریه، یعنی باید یه دونه تکس ویو میبینید شما بسید برم شیزونه، یه دونه تکس ویو و یه دونه دکمه است که هر وقت دکمه زده شه این مقدار این عوض میشه.
و دو تا تست کوچیک داره، یه دونه اسپرسو تست که هر وقت کلیک باتن کلیک شد بعد از 5 ثانیه چک کن آیا تکست ویو مقدارش چینج هست یا نیست، و یه دونه یونیت تست خیلی ساده که همینه، چون میخوایم فقط بررسی کنیم که آیا تستمون ساکسس میشه یا خیر. که من این پروژه رو روی گیت لب گذاشتم که این پروژه روی گیت لب هست و حالا بریم سراغ جنکینز، جنکینزی که صحبتش شد. می‌بینید؟ خوبه؟ خب جنکینز بعد از اینستال شدنش اینجا پروژه هایی که میتونید تعریف میکنم، حالا وقتا من یه سری پروژه داشتم از قبل، و سمت چپ کانفیگی که وجود داره رو استفاده میکنم. اون قسمتی که پلاگین ها رو نصب کردیم من یه توضیح کوچیک بدم در موردش، که قسمت منیج میریم، قسمت منیج پلاگین میریم و اینجا راحت یه استور پلاگینه که راحت میتونیم هر چیزی که نیاز داریم، مثلا الان چیزایی که من نصب کردم ایمولیتور پلاگین بوده چون نیاز داریم برای اسپرسو ازش استفاده کنیم، یا لینت یا خیلی چیزهای دیگه وجود داره. برگردیم به صفحه اصلی. خب من میخوام یه شروع کنم. شروع کردنش من یه پروژه از قبل ساختم ولی یه دونه نیو میزنیم، که نیو کردنش به این صورته که یه آیتم ما نیو میکنیم، مثلا تست یک که فری استایل پروژکت هست چون داخلش خودمون تغییراتی که نیاز داریم انجام میدیم و اوکی. در حقیقت الان ما یه دونه آیتم یا همون تست تولید کردیم که میخوایم بهش بگیم که تو برو از گیت لب، هر ریپوزیتوری دیگه پلاگین هست که میشه ازش استفاده کرد، از گیت لب و از گیت لب پروژه رو پول کن، اندروید استودیو ایمولیتور اندروید رو باز کن و بعد بیلد بگیر، تست ها رو ران کن، اگر تست ها ران شدن ای پی کی رو واسه من آرکایف کن یه جایی و بعد به یک شخصی اعلام کن که چنین کاری انجام شده و ای پی کی آماده هست. که این تپ ها رو تپ هایی که وجود داره خیلی راحته. سورس کنترل منیجره که میتونه بیان بگیم که گیت فلان ریپوزیتوری رو برو بگیر. من یه دونه ساخته شده دارم، اینا رو توضیح میدیم بعد پر شده شو میبینیم چون یکم طول میکشه. سورس منیجر من میگم از گیت برو مثلا آدرس ایکس رو که پروژه من داخلی شده دریافت کن. بیلد من چجوری باید شروع شه، کی متوجه شه که بیلد الان نیاز به بیلد گرفتن. میتونیم بهش بگیم که هر وقت که میتونیم بهش بگیم بازه زمانی باشه، خب یعنی هر 5 دقیقه با یا هر چیز دیگه، میتونیم بهش بگیم که هر وقت پوش شد روی سرور تو این فرآیند شروع کن، خب و هزار تا راه حل دیگه. میتونیم مثلا بهش بگیم که اگر یک تسکی انجام شد که اصلا بیزینسش کلاً جداست تو باید اینو اجرا کنی، میتونیم این حرکت انجام بدیم وقتی که دیولپر جیرا رو همه تقریبا کار کردن. معمولا سه تا ستون داره، تو دو، این پروگرس، دان و ریدی فور تست. مثلا موقعی که دیولپر از این پروگرس به سمت دان بود این اکتیو شد. و یه بیلد انوایرمنت هست که خیلی راحت مثلا یکی از گزیناش اینه که قبل از این اندروید و اندروید ایمولیتور رو واسه من باز کن، که اندروید ایمولیتور رو میتونیم اینجا بهش بگیم نیو کن واسه ما که چه کانفیگی داشته باشه، میتونیم که نه از چیزی که خودمون قبلا داشتیم و به SDKی که روی چند استپ قبل بهش وز کردیم استفاده کنیم. و بحث بیلد و پست بیلد هست. بیلد ما همیشه ما میدونیم که بیلدمون با گردل انجام میشه به وسیله استیکه، خب که میتونیم اینجا بیایم بگیم که
گردر قسمت رپرش، تسک هایی که نیاز داریم، مثلا تسک اولش کلین کردن بعد اسمبل کردن ریلیز یا تست اندروید تست یا چیزایی اونطوری، و بعد از اون در صورتی که بیلد درست باشه اکشن هایی که میتونیم انجام بدیم. یعنی میتونیم بگیم که جیرا مثلا فلان کار انجام ده، میتونیم مثلا میتونیم توی کلاد گوگل مثلا آپلودش کنیم اون ای پی کی نهایی. مثلا من توی شرکتی که هستم بعد از اینکه بیلد انجام شد یه چنلی داخل اسلک داریم و اون چنل مثلا ای پی کی رو میذاریم و تو اون چنل تسترا هستن و با توجه به تسک جابجا شده به وسیله اسمارت کامیت توی جیرا اون تسک جابجا میشه و این استپایی که وجود داره ما باید بریم از گیت دانلود کنیم کی انجام بشه، چه انوایرمنت هایی میتونیم داشته باشیم، بیلد انجام شه و بعد از بیلد چه حرکتی انجام شه. من الان یه نمونه پر شده شو به نام اندروید این یه نمونهش که الان بریم توی کانفیگش میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم که قرار سورس کنترل من انجام قرار از گیت بگیرم به این آدرس و یوزر پسوردم داخل اون کلیدا 100% ذخیره کردم و قرار از مستر من بگیره. یعنی اولین مشکلی که ما داشتیم تو این فرایند تکراری این بود که از مستر برای اند یوزر بگیریم یا دیولپر. میتونیم اینو ایف بزنیم که اگر روی مستر پوشی انجام شد تو وظیفتی که بیلد بگیری و مثلا بذاری توی چنل یا بدی مثلا اپ استور. الان اینجا من بیلتیویر رو گذاشتم روی این که 2 دقیقه یه بار این چکینگ رو انجام بده که آیا روی مسته پوشی انجام شده یا خیر. این وایرمنت هم من بخاطر یک تست اسپرسو داشتم بهش اومدم گفتم که تو قرار اندروید استودیو رو واسه من اندروید ایمیلیتور رو واسه من ران کنی و این اندروید ایمیتور که الان توی هارد من این چنین اسمی هست خودش میره توی این پوشه سیکر ایمیتور اونو پیدا میکنه و قراره که به من ایمیتور هم نشون بدیم و تسکایی که من واسه گردر نیاز داشتم این بود که کلین انجام بده، ریلیز روم تست هم رو چک کن، اندروید تست هم رو چک کن و سپس اسمبل کنم اون خود ریلیز رو که فرآیند APK به وجود اومدن هست و این قسمت بیلد. حالا بعد از بیلد من چه چیزی نیاز داشتم؟ من بعد از بیلد نیاز دارم که فایلی که اینجا هست و واسه من آرکایف کنه که من بتونم بعد از اون مثلا با اسلک بفرستم یا هر کار دیگه‌ای که نیاز داریم انجام بدیم و برای حالا این ایمیل خودمه مثلا واسه کنم ایمیل خودم هم ریزالتش رو بسوزیم خب و میتونیم مثلا ادوانس کنیم که ادوانس اینطوریه که مثلا برای دیولوپرها مثلا اگر لاگ بیلد رو بفرست، اتچمنتی اگر نیاز داری بفرست و یا اگر فیل شد بفرست. خیلی ایفای ساده ای هستن که ما هر روز داریم تو ذهنمون چک میکنیم ولی این کاملا اتوماتیک انجام میده و من الان این بیلد میگیرم. فرایند بیلدش به این صورته که حالا من چون پوش نکردم دارم همینجا بیلد رو با ادمین انجام میدم. بیلد رو که انجام میدیم این لیست بیلد هایی که وجود داشته که الان 29 داره بیلد میشه و من میرم داخلش. چون قرار بود که ایمیلیتور رو واسه من باز کنم من کنسولش هم میارم که شدی فرنده بیدش حالا یه خورده هم طول میکشه. قرار بوده که باز کنه دوتا تست رو انجام بده، در صورتی که دوتا تست انجام شدن یه فایلی واسه من آرکایو کنه که ای پی کی اصلیمه که بعدش حالا اینجا البته ستاپ نکردم نشون میدم که چجور مثلا واسه اسلک بریم و جور چیزا. یه خورده طول میکشه. سوالی چیزی نیست؟ یه خورده
برای اسپرسو باز کرد، چون من نیاز داشتم که اسپرسو نیاز داشت به خاطر این. این همیشه سیلای سیلی این مورد بوده که میگفتن فرایند رو پیچیده میکنه و یا چیز ستاپ اولیش ممکنه یکی دو روز وقت بگیره، ولی به نسبت اینکه هر وقت میخوایم بیلد بدیم با خیال راحت بیلد میدیم که با توجه به انوایرمنت هایی که براش ست میکنه و این فرز هایی که واسه ست میکنیم اینطوری که خیلی دیگه خیالم راحته. هر وقت که پروداکت اونر یا هر چیز دیگه اومد گفت به من یه بیلد بده، اینطور درگیر نیستیم که چیزی آخرین پوشو کرد اونجا الان اسپرسو بران شد، چنج زده اون کلمه عوض شد و اینجا هم تستی که مثلا پاس شده. خب تستی که این تستی بوده که روی این انجام شده و نتیجه نهایی مشخص. خب الان فکر کنم من SMTP روز لپتاپ سرویسش خاموش شد و یعنی یه ایمیل هم برای من میومد که اگر اکتیو شده بود و فایلی که قرار بوده برای من آرکایو کنه اینجا هست. حالا میتونیم استپ بعدی بیایم بهش بگیم که تو قراره که این APK ریلیز رو مثلا بفرستی برای فلان شخص، که من الان یه نمونه ای که وجود داره رو ببین. الان توی پیاده تصویری که وجود داره اینه که به ریپوزیتوری وصل میشه، بعد از اینکه ریپوزیتوری وصل شد بیلد میگیره و بعد از اینکه بیلد شد اینستال میکنه، مانکی تست رو انجام میده، آرکایو میکنه اون APK رو و برای اون چنلی که تو اسلک گذاشتیم میده، که اینا فرآیند به صورت اتوماتیکه و در صورتی که اگر یه مشکل پیش بیاد ایمیل میاد حالا فعلا بسیم من که مثلا فلان جا مثلا تست پاس نشد. و این تسک ها پشت سر هم دیگه ران بشن و اجرا بشن خیلی راحته، که فقط من الان روی همون اگزمپلی که اندروید بود من یه دون تسک دیگه دارم به نام Next Item فقط قرار یه چیزی رو برای من پرینت بگیره، چیزی قراره فقط توی بیلدش قراره یه شلی رو واسه من اجرا کنه، کار خاصی نیاز نیست. من میتونم توی تسک اندروید بعد از پست بیلدش که بیلد انجام شده بیام بگم که بیلد آدر پروژه که اینجا مثلا بزنم نیکس آیتم، اگر بیلد من مثلا استیبل و اینو سیف کنم و اجرا کنم و اون اجرا میشه 100%. خب برگردیم به پریزنتیشن.